سلام. خب اولین مرحله روتین پوستی من برای شبا اینه که چشم پاک کن دارم به اضافه یه دونه پد الکلی. البته که الان من چون چشمامو عمل کردم خیلی اصلا آرش چشم نمی‌کنم. ولی اگه باشه این چشم پاک کن مایه دو فازه و خیلی خوبه. همیش می‌زنیم که تک فاز بشه. میریز روی پنبه و چشمو پاک می‌کنه. اما چیز بهتری که دارم و الان استفاده میکنم چون که کلا چشممو آرش نمیکنم خیلی اینه که شامپوی چشم آرگوسوله که این محصولاتش کلا محصولات درمانی مراقبتی چشم هستش و اینجوری کافیه که چشممو باش میشورم و برای خشکی چشم خیلی خوبه. اگه کار با لپتاپ و اینا زیاد میکنید خیلی مس میشه چشمتون، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. توی روتین پوستی کلن تونر جایگاهی نداره. اگه شما این شوینده خوب داشته باشید، مثلا مثل این شوینده که ویتالایر هستش، سرش براش داره خودش و این الان مخصوص پوستاییه که چربی رو جوش میزنه، مخصوص پوستای خشکی هم داره، روشن کننده هم هستن. کلا محصولات ویتالایر توشون یه مقدار ویتامین سی داره که یکم لایه برداری روشن کنندگی داره. این خوبیش اینه که سرش براش داره و شما به چیز جداگانه احتیاج نداره. اینجوری کفشو میزنید و کل صورتتون رو میتونید باهاش بشورید، بعدش هم که آب کشی میکنید. اینم از این. خب پس من مهمترین مسئله رو بهتون گفتم که داشتن یه شوینده کاملا کافیه و احتیاج به چیز بیشتری ندارید چون توی روتین پوستیتون. و توی یه ویدیو دیگه هم بهتون توضیح دادم که اگه قرار باشه فقط 4 تا چیز برای روتین پوستیتون داشته باشید چیه. اول از همه مهمترین ضد آفتاب بود قطعا که من 3 تا ضد آفتابو دارم استفاده میکنم. هیچ کدوم از اینا کلا اسپانسر ما نیستن، هیچ کدومش تبلیغاتی نیست، من اینا رو استفاده کردم و اوکی بوده، به خاطر همین دارم بهتون معرفی میکنم. یه دونه درموبایه که فرانسویه، قیمتش هم مناسبه، تقریبا 500 اینا، البته الان 500 اینا، قبلا 300 بود. یه دونه لافارر دیدی کرمش، این برای استفاده روزانه خیلی خوبه. یه دونه هم اریکس که باز اینم فرانسویه و اینم قیمتش 500 تومان اینا. رنگی هم هستن و بهتون گفتم که ضد آفتاب رنگی از ضد آفتاب بدون رنگ خیلی خیلی بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از موادی که توی ضد آفتاب رنگی هست مثل تیتانیوم اکساید خودش پیشگیری بیشتری داره و یووی رو اجازه نمیده که به صورت شما آسیبی بزنه. این از این. خب حالا سراغ چی میریم؟ اول از همه ضد آفتاب شوینده. بعد از اینکه صورتتون کامل شسته دیگه نه احتیاج به تونر دارید نه هیچ چیز اضافی. اگه خوب شسته باشید دیگه چیزی نمونده اصلا بخواید که پاکش بکنید. توی مرحله بعدی من بهتون گفتم توی اون روتینه دو تا چیز دیگه هم هست قطعا. یکیش رتینوله که رتینول یکی از مشتقات ویتامین آ هست که برای جوانسازی و کلاژن سازی و جلوگیری کردن از پیری پوست هستش و میگن استفاده کردن از رتینول به مدت مثلا 3-4 ماه میتونی معجزه بکنه و در این حد تاثیر داره. آبرسان یا چرب کننده که بهتون گفتم حتی اگر که پوست صورت شما چرب هست باز هم باید از مرطوب کننده و آبرسان استفاده بکنید، ولی مرطوب کننده پوست های چرب استفاده بکنید. کاری که من میکنم اینه که رتینول هم تقریبا یک شب در میون میزنم و رتینول که میزنید دیگه نور نباید به صورتتون بخوره، یعنی موقعی که دارید میبینه خوابید میزنید. این رتینول هم خودش دو نوعه، یه رتینول با درصد پایین تر هست که مال زیر چشمه، یه رتینول بالاتر که مال صورته. اینو برندش هم ایرانیه، اسکینوار، قیمتشون هم مثلا در حد 200 تومن، 100 خورده 200 تومنه، برند خوبیه. بعد واسه یک شب اونا رو میزنم، یه شبم اینم اسکینوانه، برند خیلی خوبیه. حالا اگه پوستتون چربه باید برای پوستای چرب شو بگیرید. یه دونه هم اینه که نوتریژن، اینو قبلا سورکی خریدم، الان قیمتش خیلی زیاد شده بکنم. اینم یه حالت ژلی داره که از این استفاده میکنم بعضی وقتا، بعضی وقتا از این، یا مثلا صبح از اون میزنم و شب از اون یکی میزنم. مثلا حالا یک شب رتینول، یک شب همین آبرسان رو میزنم. و چی؟ اگه گفتی یه سرم زیر چشم دارم که اینم برندش لافاره، زیر 40 ساله یه دونم هست بالای 40 ساله
که حالت سرومی داره، ضد پف، ضد تیرگی و این چیزا، کافئین و این مواد رو داره و من احساس میکنم وقتی استفاده میکنی صبح بعدش یکم شادابتر بوستید اینجوری ضربه میدارم. توی مرحله بعدی هم یه دونه لیپ بالم که این لیپ بالمش مال من سمینه، شما هر برند دیگه که دارید یا حتی بازلین و ویتامین آ هم میتونید استفاده بکنید، یه چیزی که فقط چرب کنید. بعدش هم اگه دیگه خیلی حوصله داشته باشم یه دونه نرم کننده با اوره برای دستام استفاده میکنم که این برندش سیگوله که برای بچه هایه، خب هم برای بچه هایی که اگزما دارن، هم برای کسی که خشکی پوستشون زیاده و اوره داره، اوره 6%. اوره کلا توی محصولات پوستی وقتی که هست کمک میکنه که رطوبت مدت زمان طولانی تری بمونه و مثلا شما یه بار که بزنی تقریبا چندین ساعت دیگه احتیاج به استفاده مجددشون نداری و از این نظر خب خیلی خوبه. حالا برندهای دیگه هم هستن، من بهتون گفتم این برندها برندهایی که من خودم استفاده میکنم، هیچ کدومشون نه اسپانسر بودن نه تبلیغ بود، ولی خب رتینول برند اسکین وان یه چیز میان رده قیمت مناسبه. نرم کننده هر نرم کننده میتونید استفاده بکنید، برای ضد آفتاب هم ضد آفتاب استفاده بکنید که SPFش بالای 30 باشه، 30 تا 50 خیلی خوبه، رنگی باشه ترجیحاً اگه آقا هستی بیرنگ، و چیز خیلی مهمتر استفاده کردن از ضد آفتاب، یعنی که شما باید حتماً سعی بکنید هر 3 ساعت تمدیدش بکنید. و چیز جالبی که وجود داره همین نور مهتابی که توی خونه هست میتونه برای شما لک ایجاد بکنه، نور لپتاپ، نور گوشی، پس حتما تا زمانی که بخوابی سعی کنید هر 2-3 ساعت ضد آفتابتون رو تمدید بکنید. در مورد ضد آفتاب اگه پوستتون چربه باید ضد آفتاب مخصوص پوستهای چرب استفاده بکنید و از من پرسید که ضد آفتاب پاک کنید کامل دوباره بزنید یا نه. اگه توی محیطی هستید که خیلی آلوده است و امکان پاک کردنشو دارید خب بهتره پاک بکنید، ولی اگه نه تو خونه بودید کار خاصی هم انجام ندید میتونید روی همون بزنید، ولی اگه پوستتون چرب و مستعد جوشه بهتره که اول پاکش بکنید و بعد ضد آفتابتون دوباره بزنید و ضد آفتابتون فاقد چربی باشه. پس کلا اگه پوستتون جوش داره باید محصولات پوست جوشدار و پوست چرب استفاده بکنید، اگه پوستتون خشک است چیزایی که مربوط به پوست خشک هستن استفاده بکنید. اینم یه روتین پوستی خیلی خیلی ساده. من اینجا یک عالم چیز میز دارم، AHA دارم، لای بردار مختلف دارم، از اینجایی که من رزیدنت پوستم همه اینا رو شرکت ها همینجوری به ما میدن که خب امتحانشون بکنیم ببینیم چجوری ها اینا، ولی من میخواستم که یه روتین پوستی بهتون بگم که اولا بیشتر از 3-4 دقیقه وقت نمیبره، ترتیب خیلی پیچیده ای نداره و اینکه یه چیزی باشه که اقتصادی باشه، شما بتونید هر شب اینو انجام بدید و مهمتر از همه علمی باشه و نتیجه بخش باشه. خب یعنی این 4 تا چیزی که بهتون میگم، استفاده کردن ضد آفتاب مناسب به طور درست، یعنی ترمیم کردنش هر 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت به اضافه یه شوینده، به اضافه آبرسان یا مرطوب کننده پوست و رتینول، کار شما رو راه میندازه، حتی خیلی بیشتر کارتون رو راه میندازه، یعنی تاثیر خیلی خوبی هم برای پوستتون خواهد داشت و شما با همین 4 تا میتونید یه روتین پوستی خیلی عالی داشته باشید، کیفیت پوستتون واقعا بهتر کنید. یه بخشی از پوست هم بستگی به تغذیه‌تون داره، بستگی به میزان آبی که میخورید داره، بستگی به میزان خوابتون داره، استرستون، کم خوابی و شب بیدار بودن و این چیزا قطعا تاثیر داره، مخصوصا توی تیرگی و کور رفتگی زیر چشم. سعی کنید همه این چیزا اوکی باشه، یعنی در نهایت لایف استایل خوبی که داشته باشید پوستتون هم خیلی بهتر میشه، ولی حتما پوستتون رو مرطوب بکنید، از آفتاب محافظت بکنید و اگه تونستید رتینول هم بزنید. همین، واقعا همین، هم اقتصادیه، هم برای دانشجوها، هم برای کارمندای کسایی که وقت ندارن و همین چیزا. حالا اگر که شما به مدت 1 ماه از این 4 تا منظم استفاده کردید بعد برید هزینه بکنید برای محصولات گرونتر و مثلا حالا پیچیده تر خاص تر، شما همین 4 تا رو سعی کنید هر روز استفاده بکنید، به هیچ چیز دیگه احتیاج نخواهید داشت مگر اینکه بخواید یه لول مثلا برید بالاتر یا مشکل خاصی داشته باشید، لک داشته باشید، تیره باشه پوستتون و این داست. همین، مرسی که با من بودید، اینم روتین پوستی من که خیلی منتظرش بودید و امیدوارم که خوب توضیح داده باشم براتون. اگه سوال داشتید از من بپرسید، روتین پوستی خودتون رو بهم بگید زیر کامنت ها، ببینید چجوریه، چقدر به پوستتون اهمیت میدید و تا ویدیو بعدی خدا بودید.